جناب سلام صاحب علیکم. الاقلام، به سلام به به علیکم، به به بفرمایید. خیلی قربان، خوش خیلی خیلی آمدید. خوش اومدید، خیلی مشرف فرمودین قربان، مشرف خوش فرمودین، آمدید. متشکر، قربان شما، شاه غلام در خدمت شماست. بفرمایید بفرمایید، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش متشکرم. آمدید. جای خوبی داره. خیلی ممنون، سلامت باشید. ترافیک نبود استاد؟ نه الحمدلله ترافیک آنچنان نبود. خدا رو شد. خیلی خوش آمدید. افتخار دارید. خوش آمدید. یالله. جناب شاه غلام خیلی مخلصیم. دمنوش میل دارید؟ من برم یه دمنوش حسابی واسهتون بیارم. چای دارشین خوبه قربان؟ دست. خیلی ببخشید. خب ما با اجازتون یه ویدیوی آماده کردیم. درباره حضرت عالی با هم میبینیم و بعد گفتگو رو شروع میکنیم. موافقی؟ ممنونم. مهدی فخیم‌زاده، کاربلد و خاطره ساز، نمونه بارز کار و کار و کار، از کارگردانی تا کاراته که از قضا هر دویشان هم با کار شروع می شود. الان 7 ماهی که داری من آزار می‌دی، به خاطر کاری که خودت 50 سال انجام دادی میگی ازش لذت می‌بری. لذت روحی. هنر نمایش ایران شانس آورد که او رشته پزشکی را ادامه نداد و رهایش کرد. استاد کلی شخصیت را خودش برای من ساخته، از نمکی مسافران مهتاب و توحید تشریفات تا اصغر کوپک خواب و بیدار. اصغر آقا بالا معروف به اصغر کوپک. بگو رو خونش نمیخوره، تو کار بانکزنی باشه. نقش‌های منفی هم که راست کار خودش است، به خصوص تاریخی ها. هم در تنها ترین سردار شمر شده و هم در مختارنامه عمر ابن سعد. مرحبا احسنت. آقای همفن حریف کارگردان خبره‌ای هم هست، هم سینما را خوب میشناسد و هم تلویزیون را. دیگر هممان فیلم های همسر و خواستگاریش را دیده ایم. هم سریال تاریخی میسازد و هم پلیسی. سریال ولایت عشقش چقدر به همان مزه داد. حس سوم، بی صدا فریاد کن و خواب و بیدار. راستی چقدر هممان از ناتاشای خواب و بیدار میترسیدیم. یعنی دلم واسهتون تنگ میشه. استاد مهدی فخیم‌زاده اهل ورزش است، آن هم حرفه‌ای. کمربندهای رنگارنگ کاراته دارد، مصداق عینی عقل سالم در بدن سالم محسوب می شود. بزنیم به تخته این بچه محل در خونگاه تهران در 81 سالگی همچنان روپا و روفرم است و ماجرای تصادفی که سال 97 با موتورسیکلت داشت را خدا به خیر گذراند. همین چند وقت پیش بود که داور جشنواره فیلم فجر بود. استاد فخیم‌زاده با انبوهی خاطره جذاب و خاطرات شنیدنی امشب مهمان برمودای ماست. شما ژانر پلیسی خیلی دوست دارید، حتی یک مدت در تلویزیون به آژان تلویزیون معروف شده بودید، چرا؟ ببین اینا چراییش رو والا نمیدونم چرا. اون موقع که سینفیل بودم، سینما میرفتم، سر هفته 10 تومن میگرفتم که بابا اون که میرفتیم فیلم ببینیم، یه فیلم ببینیم، تا غروب 5 تا فیلم میدیدم، هم تمومش میکردم. اونا بچه هم بوله کرای ماشین هم بود، پیاده میرفتم. اگر تو رو پر روی پلاکات فیلم یا رو عکس ها اسلحه بود و صحبت پلیسی و اینا بود، حتما میرفتم و میشستم. گاهی وقتا 2 دفعه 3 دفعه هم فیلم رو میدیدم. خیلی به میزان تو که اصلا یادت نیست، بزرگتر از تو، یه قهرمانی بود به اسم ادی کنستانتین. ادی کنستانتین یک پلیس فرانسوی بود که اینا با من خیلی خوشم میامد، مش میزد و هفتیر میکشید. اینا ادی کنستانتین که بود حتما میرفتم. از ژانرهایی که خیلی دوست داشتم یکی پلیسی بود، یکی وسترن. وسترن ها رو داشتم، مثلا شین رو خیلی دوست داشتم که بعداً تو این پلتفرم‌های خانگی پیدا کردم. فیلم های پلیسی مثلا فیلم بود که چیز بازی میکرد، فیلم دسموت، درتی هاری، هاری کثیف، هاری کثیف، هاری کثیف.
بعد کتابای پلیسی هم میخوندید؟ کتابای پلیسی رو این اواخر، یعنی مثلا گودال خونه جفرسون رو خوندید؟ آره اینو اونو خوندم. یک شب خلوت میک اسپلین رو خوندی؟ یک شب خلوت شعاره. آره. برخی ها میگن بزرگترین اشتباه مهدی فخیم‌زاده این بود که قاچاقچی نشد. قاچاقچی نشد خودش. خود من خیلی آدم چیزی هستم، وحشت زدم از خون. مثلا اگه تصادف شده باشه تو خیابون وانمیستم نگاه کنم ببینم چی افتاده چی شده، رد میشم. و گفتین تصادف، این تصادف سال 97 چی بود ماجراش؟ سر فیلم برداری بودم، از صبح کار کردیم تا ظهر. بله. گفتم یه صحنه دیگه، اواخر فیلمم بود، یه صحنه دیگه رو بریم بگیریم. مدیر تولید گفتم بیا با هم بریم. گفت ماشین بیارم؟ گفتم نمیخواد، همین موتورت میشینم پشت موتورت، بریم یه جا ببینیم که بعد از ظهر فیلم برداری کنیم. پشت موتور من خودم موتور سواری کردم. ترکش نشستی؟ ترکش نشسته بودم. رفتیم که یه جا وایسادیم، یه جا ایستادیم. گفتم اونجا رو نگاه کن، اون ساختمون رو ببین، میتونی اجازه بگیری؟ همیشه داشتم همینجوری خودم، میتونی اجازه بگیری؟ دیگه چیزی نفهمیدم. یه موتور، حالا بعدم فهمیدم، یه موتور از بغل زد به ما، یه موتور هم زد، ماشین نبود، یه موتور. منو پرد، من چون هم به جایی نبود، ایستادم بودم، پاما احتمالا برداشته بودم، داشتم اشاره میکردم، زد منو پرتاب کرد. که من بعد از مثلا دو سه روز که به هوش اومدم تو بیمارستان ایران مه، منو اونجا خواستم هواپیما با هلیکوپتر بیارن، نبودم با آمبولانس آوردن اینجا، تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاد. سلام. فکر کنم فیلم ها واقعیه. نه اینجا بیمارستانه، بیمارستانه. فکر می کنم که حالم خوبه و حواسم هست. و بعد شما بلند شدیم رفتیم فاینال، اون تموم کردیم پلان آخر. آره ببین، بعد دوباره رفتیم بیمارستان برای عمل. آره اون موقع از هم امرای گرفتن. آه. و گفتن چیزی نیست. بچم یواش یواش یه دکتر مام خیلی خوب بود، دکتر عطایی، خیلی مرسید، گفت میتونی بری. من یک دو روز استراحت کردم. بعد فیلم، اگر میدونی که فیلم اگر بیشتر از 10 روز 12 روز تعطیل شه، بعد جمع کردنش سخت، کار از ردت میره، خیلی کار مشکلیه. من بعد دیدم که فیلمی که ساختی از دست میره، یعنی دیگه نمیشه بچه ها رو جمع کرد. چیز کردم که به تهیه کننده چیز کردم که بریم بریم با فیلم رو تموم کنیم. رفتم دوباره چالوس و فیلم رو تموم کردم. دو سه تا صحنه بود، گرفتم. ولی اومدم خونه، میخواستم اس ام اس بدم، دیدم اس ام اس غلطی میدم، نمیتونم اس ام اس رو بچسبونم به هم دیگه. پشتم رفتم سراغ دکتره، گفتم یه همچه اتفاقی افته. گفتش ما معمولا یه ماه بعد از تایتاتوم یه بار دیگه امرای میگیریم. آها. تو برو همین الان یه امرای بگیر. رفتیم همونجا ایران مهر بیمارستان، بله، امرای گرفتم. امرای دید که باید بخوابی، یعنی خون زده بود که باید بخوابی. که این دفعه، اون دفعه اول 7 روز تو آی سی خوابیده بودم، این دفعه 9 روز 10 روز متقاعد بودم. که بعد الان میفهمم که چند دفعه که بهش مراجعه میکردم برای اون، دنبال تشنج میگشت، میگفت تشنج نکردی؟ گفتم نه تشنج نکردی. که الان میشتم که ضربه مغزی وقتی میشه تشنج جزشه، ولی خوشبختانه چیز نشد. دو سه ماه بعد نه دیگه، موقع تموم شده بود فیلم برداری، بعد رفتم کارهای فنی فیلمو کردم. ولی نقاهتش
تا دو سه ماه چهار ماه بود. رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت. خدا دوباره شما رو به ما داد. انشالله که عمرتان دراز بود.